اولین رویشگاه سیب کجا بوده و چرا امروز در اکثر نقاط جهان کشت می شود؟ آیا تنوع رقم و سازگاری درخت سیب است که وسیع ترین سطح زیر کشت را دارد؟ برای به دست آوردن یک رکورد خوب در تولید سیب، چه نکاتی باید در زمانهای کاشت، داشت و برداشت رعایت شود؟ برگرداندن بقایای گیاهی به خاک در افزایش ماده عالی خاک تا چه حد مؤثر است؟ و با توجه به کمبود بارندگی، ترویج آبیاری تحت فشار تا چه حد میتواند در کیفیت محصول و صرفه‌جویی در مصرف آب مؤثر باشد؟ اینها سوالاتی است که در این برنامه به دنبال پاسخ آنهاییم. بیا برای زندگی طبیعت رو صدا کنی، تو آسمون همدلی دلامون رو رها کنی. اولین رویشگاه درخت سیب ناشناخته است. برخی نواحی قفقاز و اطراف مازندران و گیلان را نام بردند و بعضی دیگر منشأ اصلی پرورش سیب را مناطق سردسیر شمال اروپا معرفی می کنند. اما نکته قابل توجه آن است که درخت سیب در بیشتر نقاط دنیا پرورش می یابد. تنوع زیاد و سازگاری سیب باعث گردیده است که وسیع ترین میوه کشت شده در منطقه معتدل باشد. شهرستان قوچان با داشتن سطح زیر کشت 10,000 هکتار باغ و تعداد 9,700 بهره بردار در تولید محصولات باغی، یکی از قطب‌های مهم تولیدات باغی در استان خراسان رضوی به حساب می آید. شهرستان قوچان حدود 80,000 هکتار سطح زیرکشت آبی و دیمش هست. از این مقدار 10,000 هکتار باغات داره. عمده باغات شهرستان قوچان انگور و سیب هست. در شهرستان قوچان حدود 1,500 هکتار باغ سیب باربر و 300 هکتار باغ سیب غیر باربر وجود دارد که با میانگین تولید 20 تن در هکتار سالانه 30,000 تن سیب به بازار مصرف عرضه می کند. شهرستان قوچان با سطح زیرکشت 1,500 هکتار سیب درختی و با عملکرد متوسط 20 تن در هکتار به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ارتفاع مناسبی که از سطح دریا داره، یکی از قطب‌های مهم تولید سیب در سطح استان هست که هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت محصول مرغوبی رو تولید می‌کنند. سیب یکی از سلامت بخش‌ترین خوراکی‌های اطراف ماست. مشهور است که خوردن یک سیب در روز شما را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز می‌کند. از ارقام مختلف سیب در شهرستان قوچان و این باغ می توان به سیب زرد و قرمز لبنانی و ارقام پای کوتاه یا مالین، قرمز دلیشز و طلایی دلیشز اشاره کرد. بعضی از ارقام سیب در 70 روز می رسند و برخی دیگر 180 روز یا بیشتر وقت لازم دارند تا برسند. روستای کچلانلوی شهرستان قوچان با سطح زیر کشت 100 هکتار باغ یکی از روستاهای مستعد باغداری است که 70 هکتار از این سطح زیر کشت به باغ سیب اختصاص دارد.
سطح زیر کشت باغ سیب آقای حسینی قاسمی 1.5 هکتار با میانگین 138 تن در هکتار سیب ممتاز بوده که به عنوان کاندیدای باغدار نمونه معرفی شده است. به نام خدا، حسین قاسمی هستم، کارشناس رشته روانشناسی. الان چندین ساله که کنار پدر و خانواده‌ام مشغول کار باغداری هستیم و خودم به شخصا خیلی به باغداری علاقه دارم. به خاطر همین همیشه دوست داشتم تو باغ کار کنم کنار پدرم. از تجربیات پدرم و خانواده‌ام استفاده کردم. کارم قبلا تهران بود. من استاد ساختمانی بودم. وقتی که گفتن برگردم به روستا برای آباد کردن روستا، برم به روستا، ما آمدیم تو روستا. یه مقدار زمین پدری داشتیم و مقداری هم خریدیم روی باغا بر باغ کاشیم. بعد الان هم که میبینید دیگه تو اون باغ با بچه ها همه داریم کار میکنیم. از همین سیبایی که درشتر و بهتر هم سعی کنید اول اونا رو بچینیم، بعد سیبایی که مقدار ضعیف‌تره. مثلا این سیبایی که قشنگ بهتر از همون رو سعی کنید جمع کنیم. ما وقتی که شروع کردیم به افتتاح این باغ، اوایل یه مقدار کم بود به این باغ، یعنی مساحتش خیلی کمتر از این چیزی بود که شما مشاهده میکنید. اینو به مرور که هی اومدیم و به کار باغداری مشغول شدیم، زمین دوروبر رو تونستیم خریداری کنیم و باغمون رو گسترش بدیم و همکنون که مشاهده میکنیم به این چیزی که الان رسیده تبدیل شده و دوست داریم بازم گسترش بدیم، فعالیتامون رو خیلی بیشتر بکنیم و انشالله بتونیم مقامات خیلی بالاتر و بهتری رو کسب کنیم. باغدار نمونه شهرستان در روستای کچلانلو با بکارگیری توصیه های کارشناسان مربوطه و اجرای برنامه تغذیه مناسب و همچنین مبارزه به موقع با آفات، بیماری ها و علف های هرز توانسته است به رکورد قابل توجهی دست پیدا کند. باغی که ملازم این باغ آقای حسین قاسمی، باغدار نمونه شهرستان قوچان، که با بکارگیری نظرات کارشناسان جهات از جمله هرس، تغذیه و برگرداندن علفهای هرز و خاکبرگ به باغ، توانسته عمل کرده مناسبی از باغ برداشت کنه که همینطور که ملازم فرمایید باغدار جهت نگهداری سیب از قیم استفاده کرده که جلوگیری از ریزش و شکستن شاخهای درخت شده. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در تغذیه خوب درختان سیب، برگرداندن بقایای گیاهی به خاک و افزایش ماده عالی خاک است. این باغدار با استفاده از برگرداندن علف‌های یک ساله و چند ساله در سطح باغ، باعث افزایش ماده عالی خاک گشته که در حفظ رطوبت و افزایش عملکرد تاثیر به سزایی داره. ماده عالی خاک که جذب مواد غذایی رو تسریع میکنه. خب تلاش ما بر این هست با توجه به این که ماده عالی خاکای شهرستان نسبتاً کم هست، کمک میکنیم با روش‌های بهزرایی کاری کنیم که ماده عالی خاک زیاد بشه و با همین برگرداندن بقایای، خدمت شما که عرض کنم، کف باغات، با خرد کردن شاخه‌ها و اضافه کردن به سطح خاک، خب توفیقاتی داشتیم در افزایش ماده عالی خاک و تونستیم از شرایط موجود بیشترین استفاده رو بکنیم. با توجه به کمبود بارندگی و سطح آب شهرستان، به عنوان یکی از مهمترین کارهای انجام شده در سطح باغ‌ها میتوان به ترویج آبیاری تحت فشار اشاره کرد. تا کنون 250 هکتار از باغ‌های سیب شهرستان تحت پوشش سیستم آبیاری قطره‌ای قرار گرفتند. با توجه به اهمیت آموزش در افزایش بهره‌وری در محصولات زراعی و باغی، تأکید و برنامه عمده شهرستان در بحث آموزش هست و تلاش شده با برگزاری کلاس‌های آموزشی
همایش های کشاورزان، دانش و علم فنی کشاورزی رو بالا ببریم. تأکید شده از ظرفیت های موجود حد اکثر استفاده رو بکنیم. تلاش بر این هست که از آب بیشترین استفاده رو بکنیم، بهره‌وری آب رو بالا ببریم، با حمایت های دولتی راندمان انتقال آب رو بالا ببریم. از سال 1394 با اجرای شدن طرح نظام نوین ترویج کشاورزی تمام سطوح شهرستان پهنه بندی شده بین کارشناسان و برای هر پهنه‌ای که شامل چند روستا و منطقه میشه یک کارشناس مسئول پهنه انتخاب شده. کارشناسان مسئول پهنه با جمع‌آوری اطلاعات و آمار دقیق بهره برداران و ثبت آنها در سامانه به همین نام، یعنی سامانه نظام نوین ترویج کشاورزی، ثبت و ضبط می کنند تا بعدها با تجزیه و تحلیل این آمارها برنامه های خاصی رو جهت انتقال دانش روز فنی به بهره برداران انجام بدن. این روستا هم که الان ملاحظه می فرمایید یکی از همین مناطق هست که کارشناس مسئول پهنه مخصوص خودش رو داره. این کارشناسان با لباس‌های مشخص و با یونیفرم مشخصی که مدیریت ترویج در اختیارشون قرار داده به مناطق سرزنی می‌کنند و مطالبی که نیاز هست، همونجوری که عرض کردم، اخذ آمار، ثبت آمار و تجزیه و تحلیل آماری که به دست میارن و از طرفی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و چاپ و توزیع پیام‌های آموزشی باغداران رو در جهت انجام کار صحیح و فنی راهنمایی و ارشاد می‌کنند. باغدار در زمان‌های مختلف به ما مراجعه کرده. زمان هرس که نزدیک فروردین یا اسفند ماه بوده، توسعه هرس خرس خوش اون زمان انجام دادیم. زمان مبارزه با کرم سیب که در باغات سیب خیلی طغیان میکنه، تاریخ مبارزه، زمان مبارزه رو به باغدار اعلام کردیم و سمپاشی کنه قرمز داشتیم در منطقه که به موقع به باغدار نشون دادیم که چه تاریخی سمپاشی رو انجام داد. این باغی که شما الان تصویربرداری میکنید و به عنوان نمونه و الگو واسه بقیه کشاورزا پخش میکنید، حاصل 4 تا فاکتور مهمه. یکی این که ما به این کار عشق داریم، یعنی واقعا علاقه داریم و با عشق از جون دل کار میکنیم نسبت به کاری که انجام میدیم. دوم این که علممون رو در رابطه با باغداری بروز میکنیم، از خودمون ابتکار داریم، یعنی خلاقیت خیلی مهمه تو کارتون که بخواین از ایده های نو، از روش های نو، از کارهای نو استفاده کنین واسه بهبود عملکرد بهتر محصولاتتون، واسه بهبود هر کاری که بخواین انجام بدین. در درجه سوم عشق اون تعاونیه که بین همه است، با علاقه داشتن، اون دوست داشتنیه که بین همه وجود داره. همه این چیزها رو شما باید در نظر بگیرین، رابطه مستمر با مسئولین داشته باشین، با کسایی که علمشون بروزتره. اینا همه تاثیر داره، این فاکتورها. به نظر من باید یک رابطه بین علم جدید و علم قدیم و تمام اون خلاقیت هایی که بین خودتون هست و علاقه هم که دارید باشه.